سرخط خبرها. لغو محدودیت تردد بین استانهای ایران، پاساژها هم بازگشایی شدند. ترکیه آلوده ترین کشور مبتلا به کرونا در آسیا، همزمان بعضی کشورها از بهبود اوضاع و کاهش محدودیت ها خبر می دهند. انتقاد ایران از تعلل صندوق بین‌المللی پول در پرداخت وام، رئیس بانک مرکزی این نهاد را به سیاسی کاری متهم کرد. اگر کرونا رو با تب یونجه یا زکام بهاره اشتباه بگیرید، ممکنه به شیوع این بیماری بسیار واگیر و مرگبار کمک کنید. و چطور حساسیت فصلی را از کرونا تشخیص دهیم؟ سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. دولت ایران امروز بخش دیگری از محدودیت‌های رفت و آمد در کشور را که برای کنترل شیوع ویروس کرونا وضع شده بود لغو کرد. تردد بین استان‌ها مجاز شده. بازارها و مراکز خرید همکارشان را از سر گرفتند. در این شرایط بسیاری نگرانند که شیوع کرونا دوباره شتاب بگیرد. گزارش وزارت بهداشت حاکی است که با وجود روند نزولی آمار کلی مبتلایان، این روند در 5 استان همچنان رو به افزایش است. طبق آمار رسمی در شبانه روز گذشته حدود 1300 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران ثبت شده و 91 نفر هم جانشان را از دست دادند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. ساعت 7:30 صبح غرب به شرق اتوبان همت هستیم و این ترافیک صبحگاهی اول اردیبهشت ماه. گزارش تلویزیون دولتی ایران از برداشته شدن بخش دیگری از محدودیت‌های تردد و کسب و کار در تهران. خیلی سنگین بوده، ترافیک خیلی امروز سنگین بود. بله. از امروز بازارها و مراکز خرید سرپوشیده هم کارشان را از سر گرفتند. ولی باز شدن بازار و مراکز خرید نگرانی‌ها را هم افزایش داده است. ما از زمانی که این بیماری شروع شد، ما یه پیک بسیار بالایی رو داشتیم توی اواسط فروردین، ما تقریبا شروع به کاهش داشتیم، ولی توی چند روز اخیر داره دوباره خب این افزایش بیماران شروع میشه و من نگران هستم که مردم ادامه کار رو دیگه جدی نگیرن و مجدده من ما با یک موجو شروع بشیم که این مسلما خطرات خیلی زیادی خواهد داشت برای همه اقشار جامعه و همچنین کارکنان، چون ما بخشی از کارکنانمون دیگه واقعا نیاز هستش که برن استراحت بکنن و این توانشون شاید کمتر باشه برای ادامه کار. از امروز محدودیت‌های مسافرت بین استان‌ها هم برداشته شده و تردد به حالت عادی برگشته. پرهیز از تردد غیر ضرور، سفر غیر ضرور همچنان بر قوت خود باقی است، بلکه حتی شدت حدت دقت ما باید در رعایت این نکات این روزها بیشتر و بیشتر هم بشود. این تصاویری از سرگرفته شدن کار و کسب در شیراز. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور در هفته گذشته رو به کاهش گذشته، اگرچه گزارش شده است شیوع بیماری در 5 استان همچنان شدت میگیرد. استانهای قم، کوهکیلویه، بویراحمد، مازندران و آذربایجان غربی. متاسفانه باید خدمت شما عرض کنم که ظرف 24 ساعت گذشته به جمع درگذشتگان ناشی از ابتلا به این بیماری 91 عزیز هموطن دیگه اضافه شد و ما 5209 نفر رو تا ظهر امروز از ابتدای طغیان این بیماری تا امروز در اثر ابتلا به این بیماری یا پیامدهای ناشی از اون از دست داده ایم. در تهران و شهرستان ها ازدحام برای ثبت نام و گرفتن سیم کارت در طرح کمک 1 میلیونی دولت به یاران بگیرها به عنوان کمکی در دوران کرونا طرح فاصله گذاری اجتماعی را به خطر انداخته و نگرانی ها را از شیوع بیشتر بیماری افزایش داده است. باعث تجمع شده. پس این ویروس چجوری ما باید مقابله کنیم؟ دولت به من میگه آقا شما تو فرد بیشتر مولد نداری، برای ثبت نام کردن من باید چیکار بکنم؟ دولت حالا مهلت برای ثبت نام را 1 هفته دیگر تمدید کرده است. به این معنا این دولت به دنبال این است که هم تحریم ها را به عقب براند و هم جامعه را در برابر همه اشکال بیماری و از جمله کرونا محفوظ و سالم نگاه دارد. و این دیروز در کاخ سفید در واشنگتن. رئیس جمهوری آمریکا دوباره تکرار کرد که حاضر است به ایران برای مبارزه با کرونا کمک کند. او گفت دستگاه‌های تنفسی زیادی آمریکا دارد که می‌تواند در اختیار ایران بگذارد.
جالب این که چند ساعت پیشتر وزیر خارجه ایران گفته بود که ایران هم دستگاه‌های تنفسی زیادی دارد که می‌تواند حتی صادر کند. کشمکش‌های لفظی ایران و آمریکا در دوران کرونا. در همین حال گزارش شده که کوچ عشایر جنوب ایران به مناطق ییلاقی شروع شده است. بعد از تقریبا یک ماه تأخیر به علت شیوع ویروس کرونا و مشکلات تردد. در این یک ماه اما ظاهراً به علت بارندگی های امسال مراتع سرسبزتر شدند و کار برای کوچ آسان‌تر. کسری نجی، بی بی سی. بازگشایی پاساژها و بازارها واکنش‌های متفاوتی از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی داشته. اتاق اصناف ایران اعلام کرده حداکثر زمان فعالیت این مراکز تا ساعت 6 عصر خواهد بود. همکارم فرن تقی‌زاده با ماست تا بیشتر از آنچه در شبکه‌های اجتماعی می‌گذره به ما بگه. فرن. بله رانا، همونطور که الان هم خودت گفتی فعالیت مغازه‌ها در پاساژها و بازارهای مسقف تا 6 بعد از ظهر فقط اجازه داده شده. از این روی یه سری از مغازه‌دارا به ما پیام فرستادن و گفتن که این عملا برای اونها مثل این میمونه که کاری رو انجام نمیدن. امروز مثلا از پاساژ کوروش تهران ما تصاویر دریافت کردیم، همینطور برخی از مغازه‌دارها به ما از اونجا گفتن که این مدت طولانی که اینها بیکار بودن تا این ساعت کاری که به اونها اجازه فعالیت داده شده عملا دردی از اونها دوا نمیکنه. یه مغازه‌دار دیگه برای ما صداشو فرستاده بود و گفته بود که مسئله پرداخت اجاره مغازه ها هم از مشکلات اصلی اونها هستش. مثلا مثال زده بود که این ماه بر 6 میلیون تومان اجاره بها میداده ولی خب درآمدی نداشته اصلا در این مدت، مشخصا عید هم که همه تعطیل بودن و اونها نتونستن کسب و کاری داشته باشن. نگران از این هستن که آیا کرونا تاثیر بذاره روی روند فروششون در ماه های آینده یا نه، و اینکه در مورد اینکه بعد میرفتن در سایت سلامت اونها ثبت نام میکردن تا پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن. هم یه سری از مغازه‌دارها به ما گفتن که ما رفتیم این کار کردیم، کدو گرفتیم، پشت مغازه‌مون زدیم ولی کسی نمیاد اصلا سر بزنه ببینه که ما داریم واقعا رعایت میکنیم یا نه. اونها خودشون دارن این کار رو میکنن، ضد عفونی میکنن، ماسک میزنن، اگه لازم باشه دستکش دستشون میکنن و فاصله گذاری اجتماعی رو خودشون رعایت میکنن. باید با مشتریشون حدود 1.5 متر فاصله داشته باشن در مغازه‌ها، ولی چیزی که از دیروز تا حالا منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یه سری از مغازه‌دارها به دلیل کوچیک بودن فضاشون نمیتونن این کارو انجام بدن. در مورد شلوغی جاده ها هم که امروز مشخصا جاده ها به سمت مازندران باز شده، باز تصاویری و همینطور صداهای ما دریافت کردیم که کاربران و مخاطبینمون به ما گفتن که جاده ها مشخصا شلوغ هست. سمت سوادکوه ما یه سری از بیننده ها و مخاطبینمون گفتن که اونجا پلاک های تهران خیلی دارن به سمت مازندران میرن و اونها هم نگران هستن از اینکه یک موج دوم کرونا در این استان دوباره شکل بگیره. متشکرم پرنه تقی‌زاده. ترکیه آلوده ترین کشور قاره آسیا به ویروس کرونا اعلام شد. شمار مبتلایان شناسایی شده در این کشور از 86 هزار نفر گذشته. هرچند آمار جانباختگان در ترکیه همچنان از چین و ایران کمتر است. در اروپا، آلمان، نروژ، لهستان، جمهوری چک و آلبانی محدودیت فعالیت‌های عمومی را کاهش دادند، اما در کشورهای پرجمعیت اروپایی از جمله بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا محدودیت‌ها همچنان برقرار خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش مهداد فرهمند. گذرگاه اروپا به آسیا در حافظه بشر امروز تا کنون هیچگاه اینقدر خلوت نبوده. شمار مبتلایان شناسایی شده به کرونا در ترکیه حالا هم از آماری که همسایه‌اش ایران اعلام کرده پیشی گرفته، هم از آمار رسمی مبتلایان در چین. ترکیه خود را برای رسیدن به نقطه اوج ابتلا به ویروس آماده می کند. اما گام مهمی از این آمادگی دعوا ایجاد کرده. جایی که دولت برای ساخت بیمارستان فوری انتخاب کرده، باند فرودگاه آتاتورک است که البته اخیراً فرودگاه بزرگ دیگری جای آن ساختند. با این حال شهردار استانبول به خشم آمده. gerçekten İstanbul'un farklı riskleri var. کنار فرودگاه آتاتورک یک مرکز همایش‌ها و کلی زمین خالی هست. این که با وجود این همه فضا دو تا باند فرودگاه رو تخریب کنن حتما جرمیه که به عمد دارن مرتکب میشن. özellikle gelip iki pisti tahrip etmek
kesinlikle bir kasıt içermektedir, suçtur. فرودگاه بی فرود به چه کار می آید؟ وقتی از مسافرانی که چرخ اقتصاد ترکیه را می چرخانند خبری نیست و معلوم نیست کی برگردند. در حالی که از جاهای دیدنی از استانبول کسی دیدن نمی کند، در پکن درهای آثار باستانی را که در فضای باز قرار دارند به روی گردشگران گشودند. یعنی 73 اثر دیدنی. از دیدنی ترین چیزها در چین پانداها هستند که آنها را هم از این پس می توان دید. دو برادر دوقلوی پاندا در روزهای کرونا به دنیا آمده اند که نام دوتا غذا رویشان گذاشتند. رنگان میان و دانونگاو. اما در خاور دور کانون بحران تازه‌ای پیدا شده. سنگاپور. در این کشور شهر به یک باره ظرف یک روز بیش از 1400 بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شده. تقریبا همه ایشان کارگران خارجی هستند که دست جمعی و در فضای پرتراکم در این خوابگاه ها زندگی می کنند. مرتاد فرهمند، بی بی سی. در آمریکا که بیشترین موارد اعلام شده ابتلا به کرونا را دارد، شمار مبتلایان به 800 هزار نفر رسیده. آمار کسانی که جانشان را از دست دادند هم از 40 هزار نفر گذشته. از حدود 4 میلیون نفر آزمایش ابتلا به کرونا گرفته شده. در همین حال بحث رئیس جمهوری آمریکا با فرمانداران درباره کاهش محدودیت‌های مربوط به مهار کرونا ادامه دارد. دونالد ترامپ می‌خواهد این روند آغاز شود، ولی مقام‌های ایالتی می‌گویند هنوز آماده نیستند. هادی نیلی خبرنگار ما در واشنگتن از قرنطینه خانگی در حومه پایتخت به ما پیوسته. هادی، به نظر میاد که منحنی ابتلا در آمریکا داره مسطح میشه. همینطوره، به خصوص در ایالت نیویورک که کانون بحران بوده در آمریکا. مقام های ایالتی میگن که از آمار به نظر میرسه، از شواهد به نظر میرسه که چندین روزه که منحنی مسطح شده، البته در سطح بالا مسطح شده، به قول خودشون به فلات رسیده و از این بابت ابراز امیدواری میکنن مقام های محلی و همینطور در ایالت های دیگر که الان نظام درمانی توانایی رسیدگی به بیمارانی که بدحال باشند رو داره، تخته مراقبت ویژه توانایی دارن و اون نگرانی که وجود داشت که نظام درمانی کم بیاره، ظرفیتش پر بشه در مقابل حجم وسیع از بیماران بدحال، اون نگرانی پیش نیومده به خاطر قرنطینه و محدودیت هایی که مردم رعایت کردن، مقام های ایالتی وضع کرده بودن و مردم هم رعایت کردند. این موضوعی هست که باعث شده که بیشتر حرف از بازگشایی اقتصاد به قول دونالد ترامپ یا در واقع کاهش محدودیت ها در بعضی ایالت هایی که این وضعیت دیده میشه این حرف مطرح باشه. اختلاف دونالد ترامپ و فرمانداران سر چیه دقیقاً؟ دونالد ترامپ حداقل وقتی صحبت میکنه، به خصوص در کنفرانس های خبری روزانه ای که دیگه تقریبا هر روز در کاخ سفید داشته در مورد بحران کرونا، او وقتی صحبت میکنه مرتب بر عزمش برای بازگشت سریع به در واقع بازگشت سریع کسب و کارها در آمریکا حرف میزنه، هرچند خود مقام های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ میگن که وضعیت عادی به هر حال به این زودی محقق نخواهد شد، ولی آقای ترامپ خیلی خوشحاله و ابراز علاقه میکنه به اینکه کسب و کارها زودتر بازگشایی بکنن، هرچند طرحی که خود او داده در واقع دستورالعمل یا راهنمایی که خود او داده برای فرمانداران خیلی اختیار رو به دست فرمانداران ایالت ها میسپره و در همون طرح هم در سه گامی که در نظر گرفته شده مشروط به اینه که مرتب و به طور پیاپی برای دو هفته حداقل در هر ایالت باید تعداد مبتلایان جدید رو به کاهش باشه تا بشه به گام بعدی بره، یعنی هر گام که محدودیت‌ها بخواد کم بشه باید دو هفته حداقل تعداد کم باشه، تعداد کمتر بشه. این موضوعی هست که شاید به این زودی هم فراهم نشه، ولی آقای ترامپ مرتب روش تاکید می‌کنه. در این حال فرمانداران خواستار این هستن که تست‌های کافی آماده باشه، حداقل روزی تا 350 هزار تست باید انجام بشه که بشه در ایالت‌ها محدودیت‌ها رو کاهش داد، موضوعی که هنوز آمادگیش وجود نداره. الان در آمریکا روزی 150 هزار تست انجام میشه. متشکرم هادی نیلی از واشنگتن با من. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه.
همزمان با لغو محدودیت تردد بین استان‌های ایران، مراکز خرید در شهرها کارشان را آغاز کردند. ترکیه آلوده‌ترین کشور به ویروس کرونا در قاره آسیا اعلام شد. در ادامه این برنامه، تفاوت حساسیت فصلی با ویروس کرونا. رئیس کل بانک مرکزی ایران صندوق بین‌المللی پول را به سیاسی کاری متهم کرده. عبدالناصر همتی با انتقاد از تعلل این نهاد در بررسی درخواست وام فوری ایران گفته ایران از صندوق بین‌المللی پول کمک خواسته نه از آمریکا. هفته پیش یکی از مدیران این نهاد گفته بود دلیل تأخیر در بررسی درخواست وام 5 میلیارد یورویی ایران این است که جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز طول کشیده. به گفته آقای همتی دلیل وام خواستن ایران از صندوق بین‌المللی پول این است که تحریم‌های آمریکا دسترسی ایران به ذخایر ارزی خارجیش را محدود کرده. بهرنگ تاجدین همکارم اینجا در استودیو به ما پیوسته. بهرنگ، الان به نظر میاد که صندوق میگه که ایران مدارک لازم رو نداده، ایران میگه ما مدارک لازم رو دادیم. این نباید خیلی پیچیده باشه حل این مسئله؟ دقیقاً. ببین، این مصاحبه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران با خبرگزاری بلومبرگ به نظر میاد که هدف اصلیش جواب دادن به حرف‌های جهاد از اور، مدیر خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین‌المللی پوله، که آقای از اور چهارشنبه 5 روز پیش اعلام کرده بود که دلیل این که این رسیدگی به درخواست وام فوری ایران طول کشیده اینه که صندوق بین‌المللی پول در 2 سال گذشته تعامل زیادی با ایران نداشته، به همین خاطر اطلاعات لازم رو ندارن. آقای همتی هم میاد از این شروع میکنه که نه، ما همه اطلاعات لازم رو دادیم، تمام داده ها و اطلاعات دیگه ای رو هم که صندوق بین‌المللی پول میخواد میتونه روی سایت بانک مرکزی ایران پیدا کنه، پس قضیه اطلاعات نیست. ولی خیلی به تدریج در طول مصاحبه میره سراغ بحث جدیتر میشه و ادبیات تندتر میشه، شروع میکنه به در واقع متهم کردن صندوق بین‌المللی پول که یک نهاد بین‌المللی غیر سیاسی باید باشه به سیاسی کاری. به طور مشخص مثلا میگه که کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق باید سیاسی کاری رو کنار بذاره، به وظایف حرفه‌ایش عمل کنه و صحبت از این میکنه که میگه که صندوق بین‌المللی پول شبیه آتش نشانی محله است. وقتی شرایط اضطراری پیش میاد، یه خونه آتش میگیره، باید بره به کارکنانش کمک کنه. داره این بحران کرونا رو به یه آتش سوزی متهم میکنه، ولی میگه که الان صندوق بین‌المللی پول انگار داره دنبال صاحب بزرگترین خونه یا اون کوچه میگرده، ازش اجازه بگیره که من اجازه دارم برم آتیشو خاموش کنم یا نه. به نوعی داره صندوق بین‌المللی پول رو متهم میکنه که منتظر چراغ سبز آمریکاست قبل از رسیدگی به درخواست ایران، چون درخواست باید چند مرحله رو داخل صندوق طی کنه تا برسه به هیئت عامل و اونجا در موردش تصمیم بگیرن. ما چیزی که میدونیم اینه که درخواست اصلا به اون مرحله نرسیده. متشکرم. بهرنگ تاجدین در استودیو با ما. در ادامه چند خبر کوتاه. وزارت صحت عامه افغانستان تایید کرده که 110 نفر از کارکنان بخش بهداشت و درمان این کشور به کرونا مبتلا شدند. این وزارتخانه اعلام کرده که با شناسایی 30 مورد جدید در شبانه روز گذشته، شمار مبتلایان در این کشور به 1026 نفر رسیده. آمار رسمی جان باختگان هم 36 نفر است که 4 نفرشان پزشک بودند. فردی مسلح سوار بر خودروی شبیه خودروی پلیس دست کم 16 نفر را در نقاط مختلف استان نووسکوشا در شرق کانادا به ضرب گلوله از پا درآورد. او که حملات خود را شنبه شب شروع کرده بود، 12 ساعت بعد با شلیک پلیس کشته شد. مقامات میگویند مهاجم مردی 51 ساله بود و بدون هدف به افراد تیراندازی میکرد. قوه قضاییه ایران میگوید که آخرین جلسه دادگاه فریبا عادل‌خواه برگزار شده. این شهروند ایرانی فرانسوی از حدود 1 سال پیش در بازداشت به سر میبرد. او که پژوهشگر مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس است، به ایران رفته بود تا درباره حوزه علمیه قم تحقیق کند. خانم عادل‌خواه ابتدا به جاسوسی متهم شده بود، اما بعداً این اتهام رفع شد و حالا به گفته وکیلش به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی برای ارتکاب جرم محاکمه می‌شود.
بهای نفت آمریکا امروز به کمترین حد در دو دهه گذشته رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت امروز با 25% کاهش حدود 14 دلار معامله شد. هفته پیش سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و متحدانش توافق کردند که از ماه آینده میلادی روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه از کل عرضه نفت خود بکاهند. اما کاهش شدید تقاضا خصوصا به علت بحران ناشی از ویروس کرونا باعث شده ظرفیت مخازن نفت به شدت پر شود و قیمت همچنان پایین بیاید. ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران از محرومیت 7 ورزشکار خبر داده. گزارش شده که روند اداری تایید دوپینگ آنها بعد از ارسال مدارک به سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ تکمیل شده. این افراد شامل 3 کشتیگیر، 3 دوچرخ سوار و 1 بازیکن بیلیارد هستند. آنها به 6 ماه تا 4 سال محرومیت از شرکت در مسابقات محکوم شدند. شرکت والت دیزنی گفته که پرداخت دستمزد به 100,000 نفر از کارکنان خود را متوقف می‌کند. این تصمیم به دلیل تعطیلی پارک‌های بازی و هتل‌های دیزنی در پی شیوع ویروس کرونا گرفته شده. توقف پرداخت حقوق این افراد برای شرکت دیزنی حدود 500 میلیون دلار در ماه صرفه‌جویی خواهد داشت. این شرکت در 3 ماه پایانی سال گذشته میلادی 1 میلیارد و 400 میلیون دلار درآمد داشته. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که در حمله شب گذشته طالبان به یک پاسگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی خواجه‌قار ولایت تخار 17 سرباز کشته شدند. مقام‌های محلی این رقم را 19 نفر اعلام کردند و گفتند که در حمله 2 ساعته طالبان هیچ نیروی کمکی به منطقه اعزام نشد. هنوز طالبان به این خبر واکنشی نشان ندادند. هیچ گروه دیگری هم مسئولیت حمله را به عهده نگرفته. همکارم علی حسینی از کابل با ماست با جزئیات بیشتر. علی. محمد عمر ولسوال خواجه‌قار به بی بی سی گفته که حمله حوالی ساعت 12 شب گذشته آغاز شده و هدف این حمله نیروهای اردوی منطقه یا ارتش محلی است که دولت افغانستان اعلام کرد حدود 2 سال پیش که از این نیروها برای تامین برخی از مناطق استفاده میکنند و حدود 60 نفر از این نیروها در این منطقه خواجه‌قار هستند. 30 نفرشان در همون پاسگاهی بوده که جنگجویان حمله کردند، 5 نفر زخمی شدند و 19 نفر به گفته ولسوال کشته شدند و برخی دیگر ناپدید شدند. موضوع قابل تأمل این است که در این مدت 2 ساعت هیچ نیروی امنیتی اعزام نشده. محمد عمر گفته که دلیل بی‌توجهی مقام‌های امنیتی پلیس و ریاست امنیت ملی این ولسوالی سبب شده که تعداد تلفات نیروهای امنیتی بالا بره. مثلا در حدود 2 هفته گذشته بیش از 40 نیروی امنیتی در این ولسوالی جان خود را از دست دادند. مقام‌های دولتی هیچ توضیحی ندادند که چرا نیروی کمکی اعزام نشده. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان گفته شده که نیروهای امنیتی توانستن حمله گروه طالبان را دفع کنند، گرچه که طالبان واکنش به نظر میاد که ارتباط ما با کابل قطع شده. آیا وصل شده دوباره علی؟ علی قطع شد، پاسخت رو کامل نشدیدیم. داشتی توضیح میدادی که وزارت دفاع توضیحاتش چی بوده درباره اینکه چرا نیروی کمکی اعزام نشده. خب مشخص نشده دقیقا. در اعلامیه وزارت دفاع ملی آمده که گفته شده که نیروهای امنیتی توانستن حمله گروه طالبان را دفع کنن و بعد اشاره کرد که گروه طالبان تاکنون واکنشی نداده، ولی چون این حملات را معمولا گروه طالبان انجام میدادن در گذشته. به هر حال عملیات حمله زمانی صورت میگیره که حدود چند وقتی از توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان میگذره و توقع میرفت که این عملیات ها کاهش پیدا کنه، چرا که بخشی از این توافقنامه بوده. وزارت دفاع افغانستان، شورای امنیت ملی افغانستان طالبان رو متهم میکنن که تلف حملاتشان افزایش پیدا کرده. از طرف دیگه گروه طالبان هم میگه که 40% حملات آنها کاهش یافته. به هر حال توقعی که مردم افغانستان از توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان داشته برآورده نشده و جنگ و خونریزی همچنان ادامه داره. متشکرم. علی حسینی از کابل با ما.
هر سال خیلی ها گرفتار بیماری تب یونجه یا زکام بهاره میشند، اما این روزها با گسترش کرونا ممکنه تمایز این دو از هم برای بعضی ها سخت باشه. کالج سلطنتی پزشکان عمومی در بریتانیا هشدار داده بعضی از کسانی که به کرونا مبتلا شدند ممکن است فکر کنند تنها تب یونجه دارند و میتوانند از خانه خارج شوند. این ممکن است به شیوع کرونا کمک کند. لورا فاستر خبرنگار بی بی سی تفاوت این دو بیماری را توضیح میده. اگر کرونا رو با تب یونجه یا زکام بهاره اشتباه بگیرید، ممکنه به شیوع این بیماری بسیار واگیر و مرگبار کمک کنید. پس ببینیم فرق این دو تا چیه. خارش و آبریزش چشم‌ها و بینی نشانه تب یونجه است، نه کرونا. اما ممکنه باعث بشه بخواید دست به صورتتون بزنید، کاری که اصلا نباید بکنید برای اینکه ممکنه از این راه کرونا بگیرید. تب برخلاف اسمش، تب یونجه باعث تب نمیشه، اما یکی از نشانه‌های اصلی کرونا است. عدسه معمولا نشانه تب یونجه است اما نه کرونا. اما حتما یادتون باشه تو دستمال عدسه کنید و بعدش هم تو سطل آشغال بندازینش. سرفه اینجا یکم مسئله پیچیده میشه. سرفه بی وقفه یکی از علائم اصلی کرونا است، اما ممکنه بر اثر تب یونجه هم اتفاق بیفته. اگر سرفتون مثل دفعه های پیشه که تب یونجه داشتین، احتمالاً بازم همونه. اما اگر مطمئن نیستید یا نفس کشیدن براتون سخت شده، بهتره با دکترتون تماس بگیرید. از بین رفتن حس بویایی، این از علائم اصلی کرونا نیست، اما خیلی از کسانی که کرونا گرفتن میگن براشون پیش اومده. اما این با تب یونجه هم اتفاق میفته. بازم بهتره با دکترتون تماس بگیرید و علائمتون رو بگید. حالا بهتره داروی تب یونجه رو مصرف بکنید یا نه؟ بله، اگر دارو براتون تجویز کردن حتما به مصرفش ادامه بدید. هیچ شواهدی نیست که این کار احتمال ابتلا به کرونا رو بیشتر میکنه. برای آخرین خبرهای مربوط به کرونا و غیر کرونا همچنین میتونید به وبسایت ما سر بزنید، bbcpersian.com، صفحه اینستاگرام، تلگرام و توییتر bbc فارسی رو هم از دست ندید. به پایان بخش خبری رسیدیم. مراقب همدیگه باشید. فعلا خدا نگهدار.